علی سرداری، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه هستند. آقای سرداری سلام، وقت شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان و بینندگان شما. آقای سرداری، علی‌رغم شعار حق آزادی افراد در کشورهای اروپایی، دلیل این رفتارهای دوگانه چیست؟ در فرانسه خیلی وقت پیش دولت یک بیانیه داد که هر نوع علائم مذهبی رو در ادارات و مدارس ممنوع کرد. این چند سال پیش بود، دوره ژاک شیراک. ولی در کشور اروپایی اولین بار است که اتحاد اروپا همچنین بیانیه صادر کرده. ولی این جهان به این معنی نیست که به اصطلاح آزادی مطلق برای همه همینطور بطور مساوی وجود دارد. آزادی اینجا دستبندی شده، تقسیم بندی شده و حتی که منافعشون ایجاب بکنه اون رو در نظر میگیرن و اون رو مراعات میکنن. اینطور نیست که بیان ببینن مثلا طرف نظر دینی به چیزای اعتقاد داره، اعتقادشه، اینه باید در نظر بگیرن. یه همچون مسائلی رو خیلی پیگیری نمیکنن و دنبالش هم نیستن. بله، یه همچون بله. به نظر شما آیا کشورهای دیگر اروپایی با این مجوز اتحادیه اروپا استفاده از حجاب را ممنوع اعلام خواهند کرد یا تلاش می‌کنند با مسلمانان مدارا کنند؟ ببینید الان در هلند راسیسم نجات پرستا را آوردن. روز به روز این دایره داره تنگتر میشه. امکان داره فردا ایتالیا هم چه اتفاقی بیفته، جاهای دیگه هم چه اتفاقی بیفته. و کشورهای اروپایی وقتی اتحادیه اروپا بیانیه بده اونا میخوان مراعات کنن دیگه، از زیر به اصطلاح اونا کنارش نمیزنن. اما امکان داره بعضی از کشورها شروع صرف بکنن. و این رو هم رفته یه همچنین جوی در متاسفانه در اروپا حاکمه. یعنی خانم های محجبه بخوان از حجاب مراد حجابشون رو مراد کنن، جامعه برن، یه همچه سختگیری هایی برایشون از نظر حقوقی وجود داره. آقای سرداری، جامعه مسلمانان اروپایی در برابر این رفتارها چه واکنشی میتوانند داشته باشند تا مقام های اروپایی را متقاعد به تغییر رفتار کنند؟ بفرمایید. ببینید در اروپا مسلمانان بیشترین جمعیت دارن ولی دارای تشکل نیستن. یعنی تشکلی داشته باشن در رای گیری یا تاثیر بذارن، در دادن نقطه نظر خودشون تاثیر بذارن و اونا رو پیش ببرن. یه همچه تشکلی در هیچ کشور اروپایی وجود ندارد. مسلمان جمعیت زیاد ولی پراکنده، ولی بدون یه نظریه مثل اسلامی که بتونه این نظریه رو به کرسی بنشونه. همچنین نه از نظر نظری وجود داره نه از نظر عملی. اینه که فکر نکنم مسلمان ها در این روند تاثیر بتونن بذارن.